بنام خدا و با عرض سلام به برنامه اینن با من رو معادل خوش آمدید. حیدر بار معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر در ادامه بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم گفته است که امارت اسلامی نمیتوانند برای بازگشایی مکاتب دخترانه موافقت کند، اما میتوانند برای ایجاد بیش از 4000 مدرسه پول پیدا کنند. وی شب گذشته در توییت نوشته است که طالبان در حال تصمیم به ساخت مدارس دینی دارند که 95% مردم افغانستان گرسنه هستند. حیدر بار با انتقاد از عملکرد نمایندگان کشورهای جهان نسبت به بسته ماندن مکاتب دختران در افغانستان میگوید وی بارها از نمایندگان سازمان ملل، امریکا و اروپا درباره بسته ماندن مکاتب دخترانه پرسیده، اما آنها فقط جلسه برگزار کردند و عکس گرفتند. به تازگی مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان گفته است که این وزارت برنامه دارد تا در تمام ولایت ها و حتی در سطح ولسوالی ها مدارس دینی معیاری بسازد. وی بر معارف دینی در کنار معارف عصری تاکید کرده و گفته است که شاگردان در بسیاری از مکاتب هنوز هم از معارف اسلامی به اطلاع هستند. برای بحث بیشتر در این مورد با آقای داود خان شیراز آگاه امور سیاسی که در استودیو با ما هستند و همچنان با خانم مسعوده کروخی عضو پیشین ولسی جرگه کستر قسکاب در برنامه با ما هستند بیشتر بحث میکنیم. در نخست بحث را آغاز میکنیم با آقای شیراز. آقای شیراز سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. علیکم سلام، سلام تاسو ته، تخنیکی همکاران ته، میرمن کرو خیل ته او په کل کې د افغانستان متحدین ولسته. علیکم سلام. آقای شیراز، تحلیل شما از اظهارات تازه سرپرست وزارت معارف طالبان در افغانستان چی است؟ دلته زه بیا وایم چې دغه طرحه چې ده د معارف طرحه چې دوی جوړه کړې ده، دا کاش یا یې جوړه کړې ده یا یې خلکو سره شریکه کړې نه ده. کاش اووه میاشتې مخکې دغه کوم کار چې دوی ته لویه پنډه شوه دا باید اووه میاشتې مخکې کړی وای، او نه به ولس ته ملامت وای نه به نړیوالو ته. زه وایم چې دا ناغړي بولم، ناغړي دي خپله د وزیر صاحب ته راجع کېږي که هر څه وایي. دا که وایي چې مخکې مونږ مشرانو دغه د طرحه رد کړې ده، باید داسې طرحه ورکړې وای چې هغوی نه وای رد کړي. که بیا رد شوی وای دومره وخت کې اووه میاشتې یا اته میاشتو کې چې رد کېږي، د ده هغه کمزوري بولم، ځکه هغه د مدیریت کمزوري مدیریت یې کړی. باید داسې یو طرحه ورکړې وای چې هغه پاس شوی وای مونږ افغانستان اسلامي هېواد دی مخکې نه، دا نه چې اوس مسلمان شوي یا چا خبره چې مونږ څوک دغه جنوکیان او مکتبونه مونږ واړه وو، مونږ دغه مکتبونه او پوهنتونونه خپله هر څه خلاص کړي. اوس مولدونه څوک پوهنتونونه فارغ دي، څوک دولسم نه فارغ دي. د جنوکیانو مکتبونه د مخکې نه د هلکانو نه بیل وو، او داسې کوم دا نه وو چې د هلکانو او جنوکیانو ته په یوه ځای کې درس ویلې چې مخنیوی وشي یا څه مونږ ته ضرر ورسېږي بل ته. خو که دا طرحې کې دا وي، خدا اختیار مونږ لرلو. او که چېرته وایي په نصاب کې، نصاب مونږ اسلامي نصاب و مخکې نه څه داسې شی نه ورکړي چې هغې کې دوی تغییرات راولي یا چا خبره راوستي. حالا گزارش هایی هم وجود داره که امارت اسلامی در نصاب تعلیمی شاگردان مکاتب هم تغییرات را آوردند یا هم میارند. نو که ولی مخکې نه راوړل، که راوړل اووه میاشتې یا اته میاشتې وخت و دوی ناغیری وکړه. که بیا دا خبره وي چې مونږ تغییرات راوستي بي وای، نه به ولس ته ملامت و نه به نړیوالو ته. او که په جامو کې وایي چې د جامو تر خو ډېر اسانه یوه طرحه ده چې زه بار بار د تلویزیونونو ما ویلي دي چې دوی کولی شول سعودي عربستان هغه مکتب ته چې جنکیان ځي هغوی ډېر یو ښایسته هغه ایجاب اغوندي، هغه ایجاب یې نقل کړی وای، ورتېنه کاپي کړی به وای او خلق سبی شریک کړي، خلق ته ویلی وای، خلق ته ویلی چې تاسو دغه واغونه. اگر موارد عمده یا هم مشکلات عمده وجود نداشت، پس به کدام دلایل مکاتب بسته شد؟ نو زه دوی خپل دی جواب نه لري، ولی ځکه چې د مکاتب بندول الله پاک سرات سره ویلی دي تاسو علم په هر مؤمنو ښځې او نرنې فرض دی، ځکه چې کله فرض شو
بیا په فرضیات کې څوک څه نشي ویلی، خو که دوی څه بهانې وي یا څه مشکل وي یا څه وي، خو ولس ورته مخامخ ووایي، طرحه دې وړاندې کړي، رات شي تلویزیونونو کې لایف دې ټول ولس سره وغږېږي، همدا وزیر صاحب د معارف چې دغه مشکلات په بنا مونږ دغه لار دغه جنکیانې بندې کړي، نو دوی چې کله د دې ځواب نه لري، نو زه دا وایم چې دا به که دلته نه وي ورځې قیامت کې به هم څوک ونه پوښتنه وکړي، ځکه چې دوی به الله ته روان دي او الله ته به ځواب وایي چې دغه جنکیانې چې دوی درس نه پاتې شوي. او زه دا وایم چې کله څوک تعلیم نه پاتې شي، هغه یاغي باغي کېږي، هغه بل طرف ته سوق کېږي، که هغه نجونې وي که هلکان. خانم کروخی سلام بر شما، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. علیکم سلام، زنده باشین. خانم کروخی، حیدربار مان مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر در ادامه بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم گفته که امارت اسلامی نمیتونه که برای بازگشایی مکاتب دخترانه توافق بکنه، در حالی که امارت اسلامی حالا گفته که برای ایجاد بیش از 4000 مدارس دینی پول پیدا میکنند و این مدارس را معیاری میسازند. حالا این واکنش حیدربار چقدر معقول است؟ به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت شیراز صاحب، شما و بینندگان و محترم، کاملا صحبت های اینا معقول و بجا و عقلانی است. متاسفانه در طی 8 ماه که ماه نهم میخواهه بشه، طالبا آمدم نمیفهمم که اهداف و مرام و برنامه از اینا چی هسته. حکومت ها و دولت ها به اساس هم قرار داده اجتماعی از بین مردم به عنوان هیئت حاکمه در رست قرار گرفتم که برای مردم خدمت ارائه کنم، آرامش بیارم، آسایش بیارم، زمینه ای رشد و کمال از اینا را آمده بسازم که انسان ها به مدارج و به مراحلی برسه که بتونم مستر خدمت بشم. اما اینا نمیفهمیم چگونه سیاست هست. این سیاست هسته، اینا باورهای از اینا هسته، اینا خیالات از اینا هسته که منبعث از چی هست؟ اگر منبعث از دین اسلام است، خداوند 5 بنای مسلمانی که عبارت از کلمه، نماز، زکات، روزه، زکات، حج است، در یک جای مشخص نکرده تنها و بندگان خور ملزم ساخته، نگفته که یک قسمت خاص برای مردا باشه یک که به زنا باشه. 5 بنای مسلمانی و تمام فرایضی که خداوند به بندگان خود هدایت داده و دستور داده همه یکسان است، همه هم عدالت خدایی است. اینا چگونه به خود اجازه میدم که بندگان خدا، مخلوقات خدا، انسانهایی که در امی کره خاکی خلق شده و خداوند برای عزت داده و کرامت داده، همه از اونا بگیرم و اینقدر به خود اجازه بدم که همو باورهای خوده به زور به یک جامعه تعمیل کنم؟ همو در ابتدا امیرالمومنین یک فرمانی صادر کرد که در او 4 ماده بود در راسته به حق و حقوق زنا، که در یک بخش به صراحت گفت که زنا کرامت دارم، آزاد هستن و اصیل هستن. ما بسیار خوشبین شدیم که دروازه های امید به روی ما باز شد. من نمیفهمم که چرا اینا به فراموشی سپرده شده. یعنی دیگه ظلمی بالاتر از این، ستمی از این بالاتر از این بله. نیسته. این بله. چگونه سیاست هسته؟ سیاست ما که تا جایی که از سیاست خبر داریم میشناسیم، بهترین سیاست صداقت هسته و بهترین سیاست راستی هسته. اینا در تایی نوم او دوره رو 5 سال اینا گفتم ما مشکل نداریم دروازه های مکاتب رو باز کنیم، همه کنیم دلائل و استدلال با مردم شریک کنم. خانم کروخی، اگر مشکلی هست، اگر موانی هست، وزیر به مردم بگم به چی دلیل باور کنیم؟ نیمی از نفوس جامعه اینا فلج کردم، اینا مریض کردم، همه به مریضی روحی و روانی دوچار شدم، حق حقوق خدادادی از اینا بگیرفتم. به کدام استدلال؟ با کدام حقوق و حقی شرعی عرفی فقی اینا اینقدر به خود اجازه میدم؟ کسی که حاکم شد تا این سر حد ظلم
که نیم نفوس دروازه های زندگی بروی ما بسته کردم. باور کنیم زنها امروز حق ندارن. و می و ریاست معارف هرات اگر زنها قرار باشه بیچاره ها مشکلی داشته باشن برم، اونا اجازه ندارم که به هرات برم. در سن ریاست مگرم استاده باشم یک نفر با کمال بی‌حرمتی میای ورقه اینا رو میگیره میبره، او هم شد یا نشد میای. خانم کاروخی بس به طرف دیگر نره. خانم کاروخی سوالات زیادتر است و وقت کمتر. بعد اول از خود خوشحال میکنم، هیچ توجیهی ندارم. باور کنید مردم خسته کردم، باز فکر نکنم که چراغ ظلم یک شو بسوزه تا ابد نمیسوزه، شو دیگر نمیسوزه. این همه ظلم و ستم بیرحمانی که در مقابل یک قشری به نام زن نمیترسم این از خدا. سپاسگزار. دوباره برمیگردیم به شما خانم کروخی. آقای شیراز با مسرت. آقای شیراز، طالبان گفتن که در هر ولسوالی 3 تا 10 مدرسه دینی ایجاد میکنن، آن هم معیاری. حالا فکر میکنین که پول و کادر علمی برای ایجاد مدارس دینی وجود داره اما برای بازگشایی مکاتب دختران نه؟ خبر داده زود دوی که مخالفت نکو، ای کاش چی مدارس لکه چنگی چی مدرسه پو عربستان سعودی که انده مدرسه مکتب توایی در کم مکتبونه چی و افغانستان که وجود لری، زوایم چی مرد اسلامی ای کاش دسی او تر هجوره کری وی چی مدارس و مکاتب مدغم کری وی دیگه دی شروع نه دانوایم چی دوست دی دولسم تولگی دی اگوی سر زکی نوی دغه ستر هدا د سی جوړ کړی وای چې د لومړی نه یا پیل دی مکتب نه شروع تر سوچ مخ کې زیدې ته مدرسې نه مور کړی مشکل نه دی مکتب نه مور کړی وای ځکه ام مونږ علم دغه دنیوي علم ته ام اخروی دوړ ته ضرورت لرو اسلامي او د نن د دې دوړ ته ځکه ضرورت لرو چې اسلامي مو هغه بنیادی پر دی او دغه علمی کوم چې دی د نن سبا دا علم د سیالانو سره مو سیال کوي د نړیوالو سره هغوی کوم اوچ ته رسېدلي مونږ اوس هم په همغه خاوره کې پښې وهو. نو زه دا وایم چې که چېرته دوی دا طرح وي چې دواړه سره مدغام کړي د اول مکتب نه د اول صنف نه تر څو چې مخکې ځي دا به بهتر وي. خو سراب شي تا سوال ته چې مدرسو دپاره پیسې شته او د مکتبونو لا هم بند کړي ما مخکې نیوکه وکړه چې دا یې ښه کار نه دی کړی. دوی هېڅ د دې ځواب نه لري چې دوی ولې مکتبونه بند کړي د نجونو لپاره. نو زه دا وایم چې هغه هلکانو مکتبونه چې اوس شته مونږ زامن ورونه ورځي درس ته معلمین نشته پکې، ولې نشته چې هغه کومې خویندې چې مونږ معلمینې وې هغوی په کورو ناستې دي او تعداد معلمانو استادانو کم دی. د دې وجې نه هغه هلکان هم بې سواده پاتې شول. زما خپل بچیان دي هغوی مکتب ته ځي چې استادان مونږ ته چستان وایي درس نشته کتابونه نشته. نو دا اوس یو ظلم دی او جفا دی. د دې پوښتنه به هم دوی نه کېږي ځکه دوی حاکمان دي زمامداران دي د وخت او که چېرته یو خوا ته مخکې چې صرف یوازې مدرسې ته مونږ د مدرسو مخالف نه یو، مدرسې باید جوړې شي، مدرسو ته باید فنډ جوړ شي، مدرسې باید سمې معیاري مدرسې شي چې هغوی کې هر څه ته لاسرسی ولري، نه یوازې مونږ وایي هغه ته چې صرف دیني اړخ ولري، باید عصري اړخ ته هم باید لاسرسی وي. په همغې مدرسې کې همغې مدرسې کې مونږ خپل هغه نوي ماشومان باید شامل کړو. خو دې ترین پام کی پام وشي که پام ونه کړي اگر امارت اسلامي طرح را به ایجاد مدارس داشته باشن شاید این زمانگیر باشه. فکر نمیکنین که در نخست باید توجهشون برای بازگشایی مکاتب دخترانه متمرکز شه و بعدا روی این موارد تمرکز داشته باشن؟ زو بیا وایم چې هغه خو مونږ تیار د شپږم اومو پورې هغه جنکیانو رسېدلي دي که څه طرحې ما بیا وایم که چیرته د دوی نصاب کې څه مشکل وي خو زر دې ورته وکړي. نو شروع دې کړي چې هغه جنکیانې پاتې کېږي، وخت ضایع کېږي، هغه وخت تیریږي، وخت بیا نه راګرځي. او دا نشته چې نن سبا ورځ نن ورځ نه سبا تیره شو نن ورځ نن دی. نو که دې شي پاتې شي خدای نخواسته بیا درته وایم چې دوی به مقصر وي او دوی به دې ځوابګوي د الله په مخ کې د ولس په مخ کې. نو دې نه خلاصېږي که نن نه وي یو ورځ به ولس دې نه پوښتنه کوي څوک به پیدا شي چې وزیر صاحب تا دغه کار کول ولې. نو زه بیا وایم مدارس دې جوړ شي ښه ښایسته مدارس دې هغه مدارس نه وي صرف یو خوازینه عصري علم
دوار علمونه دی خب خسته شروع شی خب میاری شی با اخ بیم اخ ساقت میاد جور که خدایو که تیسی سوچنگ سعودی عربستان جوری کری دوبای جوری کری نور اسلامی ملکونی جوری کری با اخ میاد جوری شی هزه دانوانیم چی ما دی جوری گی طرفداری و بیامی و ولی نه خو داغ جون مکتبون دیم شروع شی زر تر زر خدای نخواسته چی ولس مختی آوری انده ولسونه دی چی حکومتون جور کری دی حکومتون رنگ کری دی خانم کروخی روز گذشته یونسف هم گفته که طالبان به تعهدات خود عمل نکردند بخصوص در بخش بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان حالا عدم پابندی امارت اسلامی به تعهداتش چقدر روی حکومتداری امارت اسلامی و همچنان روی سرنوشت ملت افغانستان و نسل آینده افغانستان تاثیر منفی میگذاره من پیش از اینکه به جواب سوال شما بپردازم در رابطه با صحبت های شیراز صاحب میخواستم اینا هر دم عربستان سعودی رو مثال میارم عربستان سعودی یک امروز از ثروتمندترین کشورهای دنیا هسته و اونا خبر ندارم از روزی که محمد بن سلمان آمده تمام ممانعت هایی که سر راه زنا بوده همه برداشته شده امروز زنای عربستان به همه حق و حقوق انسانی خو مدنی خو حقوق شهروندی خو برسیدم وظیفه حکمت ها اول سر کردن شکم های مردم است همین حکمتی که نو ما میشه بیاماده همین خبر داره که همین زنایی که متقاعد بودم همینا کجا هستم همینا چی میخورم همین ورثه شهدایی که در طی 20 سال صدها هزار جوان بیچاره به نام این و اون کشته شد و از بین رفت امروز زنها و فرزندها و دخترهای از اینا چی میخورن؟ امروز معلولین چی میخوره؟ و شیراز صاحب میگم طرح دارم مگر این طرح چرا به تنها به اسم مکاتب دختران پسران نیسته؟ یک جناب علی آقای او روز من نمیفهمم به مناسبت روزی بی که گویا چرا ما جهان به رسمیت نمیشناسی جفا است بر حق ما آدمی که بی خبر با کمال بی خبری با کمال بیخبری و پرویی چی میگه؟ میگه که در مکاتب به دختران تبلت که مصرف میشده ای آقای بیخبر تبلت که و میراث شما مردا هسته تمام مکاتب پسران اگر چاقو کشی اگر بکس کشی اگر کارهای فساد اخلاق تبلت که و مکاتب پسرهای تو چرا مکاتب پسران اول اصلاح نمی کنی و برنامه و طرحهای اصلاحی خود نمیاری که تو به جان دخترهای مظلوم بیچاره چسبیده ای در صورتی که به خدا قسم اینقدر دخترهای مکاتب هم وارد تحت فشار و زیر ذره بین بودم که جرأت نفس کشیدن خود نداشتم تو حالی میایی تابلت کهیه ای که مصرف مردانه و از شما و از خود تو هسته تو به این بحانه خوب نمیشرمید نشرمیدم این نفر که هزیان گفت خانم کروخی حالا در کل وقتی که صحبت میکنم صحبت به اندازه آگاهانه و معقولانه من خانم کروخی او ایستاده میشه که تابلت کم مکاتب دختران مصرف میشه جای شرم نیه که به یک نفر تا یه اندازه بیخبر چنین بحانه هایی بتراشه و شیراز میگم که ترهی نکرد به مکاتب دخترات چرا مکاتب دخترانی افغان تول باز است چرا؟ اگه سیاست یک بام و دو اوان نیست چرا از سنف 6 تا به سنف 12 امرو دختران افغان ترک به سر تا سر افغانستان به مکتب میرم خانم کروخی حالا که مکاتب بروی دختران بسته است بله. همه بسه سیاسی شده خانم کروخی امروز با سرنوشت زنهای بیچاره این مظلوم چون مظلوم واقع شده امروز مردای افغانستان هم مردای هستم که سرنوشت اولادا خو و دانات به معامله گرفتم امروز خانم کروخی و در رابطه به یونیسف باور کنید که حکومت طالبان دروغ میگن تشکر آقای شیراز حالا در کل با وجود تمام مشکلات حالا اگر آینده کشور بدون ای که دختران تحصیل بکنن و تعلیم بکنن چگونه خواهد بود؟ زبایم تیرو تا تلل ده در خدای نخواسته که از من خویانده لونی دستی پاتیشی اغا ضرورتونه چې سبا عمده غي مونږ خياندي لونی ورته لري اغه به څوک برآورده کوي اغه به څوک ورته مخ کې وړي مونږ ډیر ضرورتونه لرو چې اغه خدای نه خواسته بیا مونږ بلې لارې ته سوق کوي او بیا
یو خدار خیده چې ورسته پات کیګو دویم خپل ما مخ کی ویلې چې الله په کله چې فرض کړی ویلم هغه د دې لپاره نه یو حکمت ده هغه هر څه خبرېږي هغه خپل حق وي کستا حق وي کبل حق وي کدی ټولنې حق وي کدی میړه حق وي کدی زوی حق وي ټول پیژني او کچیرته دغه نه پات شو هغه به څنګه ژوند کوي هغه به څنګه معاشره وي ولی نړیوال کومې نړۍ کې دا ششته چې نجونې درس نه پاتې وي زویم چې دوی نه بیا کتنه وکړي وزیر صاحب زه دا وایم چې الله پاک وایي چې ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها پروردګار په سرات څه وایي چې د امانت هلته وسپارئ که چېرته شیخ صاحب وت الله دغه سړي ته دا دنده سپارلې او نشي کولی دې کې بیا وایم چې دوی د استعفا ورکړي خپل وزیر صاحب دې هغه په جرات څه وویل چې زه دا کار مخکې نه سم وړی او بلکې څوک دې ورته مخته کړي چې هغه دغه وزارت مخکې ویسي او د مسؤلیت نه خلاص همدی ولس مسؤلیت به یې غواړي نه خلاص همدی خدای اما اگر امارت اسلامی مکاتب دختران را باز نکنه جامعه جهانی باید چی واکنش داشته باشه و در کل چی واکنش خواهد داشت چه اقدامات را در برابر امارت اسلامی اینا اعلام خواهد کردند و انجام خواهد دادند نړیواله ټولنه خو څه کوی نه شي ځکه چې اول کې به زه دا وایم چې الله پاک وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم وایي زه د هیڅ قوم د هیڅ ملت سره نه وش بدلونی نه یم ترڅو دوی په خپله بدل نه کړي زه دلته وایم چې نړیواله ټولنه هیڅ به ونه کوی شي ترڅو چې ملت یې ونه کړي باید ملت یې وکړي ولس دې پوښتنه دې وکړي او که ولس هم ونه کړه مړ ویم ولس پاتې سو اندسی و پاتی و سپاس خانم کروخی با اونون آخرین پرسش از شما حالا چگونه امکان داره که جامعه جهانی یا هم کشورهای که در عضو سازمان ملل هستند و کشورهایی که بارها تاکید کردند و امارت اسلامی را گفتند که باید مکاتب دختران را برای شان باز بکنند چگونه میتونند بالاخره طالبان را وادار بکنند تا که بالاخره مکاتب باز شود اصلا می جامعه جهانی هم دروغ میگه امروز دنیا سیاست میکنه امروز مسئله حقوق بشر به یک شعار تبدیل شده کشورهای خارجی به نام دفاع از حقوق بشر سیاست های امو استعماری خود خو و سیاست هایی که برای تامین منافع ملی خود از اینا هسته همون دنبال میکنم باور کنیم اگه جامعه جهانی هم نه به قصد دختر افغان باشه نه به قصد زن افغان باشه نه به قصد مردم افغانستان باشه با یک محکوم کردن و تقبیه کردن هیچ دردی دوا نمیکنه ما در تایی 42 ساله که در این آتش بدبختی و جهالت و بیسوادی و بینوایی می سوزیم تا به حال کسی انسان گفته و بشر گفته نه از حق و حقوق ما دفاع کرده و نه هم به قصه ما بوده امروز جامعه جهانی هم به پیش ما زنان افغانستان کاملا اعتبار خورد دست داده از یک طرف می شینم با سران حکومت فیلی مذاکرات بین المللی دارم زد و بنده و معاملات خود خور دارم او که خدا میدونه چی میخوایم ما هم نمیفهمیم باور کنیم به محض از این که امو اهداف خواسته های از اونا از طرف حکومت امارات برآورده شه از این حکومت فیلی برآورده شه کوچکترین توجهی به زنای و یا به دخترای افغانستان ندارم سپاس خانم اگر میداشتم زنای افغانستان با ما بین تنها تک و تنها بیانی و بیامایات رها نمی‌کردن جامعه جهانی هم از ما اعتماد جامعه جهانی کاملا سلب شده و حکومت هم که حکومت فیلی هست حکومت مردانی هست چیزهایی از پیش خوب بساخته به نام شریعت و به نام دین و به نام آن میخواهه یک قشر بیچاره که نیمی از نفوذ از این کشور تمام دروازه ها برای او از اینا بسته کرده خیلی ممنون خانم کروخی فرصت تمام است با نصرت خیلی ممنون از شما خانم مسعوده کروخی از پیشین ولسی جرگه و خیلی ممنون از شما آقای داوود شیراز آگاه امور سیاسی که به استودیو تشریف آوردید و بیننده های عزیز از شما هم سپاس تا بعد خدا نگهدار